در ماه‌های اخیر و مدتی پس از شروع اعتراضات مردمی در ایران، موجی از مرگ‌های مشکوک زندانیان سابق و خودکشی افراد عموماً جوان در جامعه روی داد. آخرین نمونه‌ها خودکشی یک روزنامه‌نگار و یک مترجم جوان کتاب‌های کودکان و نوجوانان. برای بررسی ابعاد این خبر گفتگو می‌کنیم با پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی که از لس آنجلس با ما همراه شدند. آقای رؤوفی، ابتدا از شما بپرسم چه شرایط اجتماعی باعث خودکشی میشه؟ بعد خدمتتون عرض بکنم تبعیض‌هایی که وجود داره، ناامیدی، مشکلات اقتصادی، نابرابری‌های جنسیتی، فقر و بیکاری، همه اینها تاثیرگذار هستند در ایجاد موج ناامیدی و افسردگی در سطح جامعه. روان اجتماعی در حال حاضر در حال آزار و اذیت شدن هست، اونجایی که می‌بینیم جوانان امیدی به آینده و تغییر ندارند. جناب رؤوفی، معاون سازمان بهزیستی 3 ماه پیش گفته بود در طول یک سال حدود 7 میلیون نفر از آموزش‌ها و کمپین برنامه پیشگیری از خودکشی استفاده کردند. تو همین گزارش هم اومده بود که نزدیک به 7000 نفر در کارزار پیشگیری از خودکشی در ایران فعالند. دولت اسلامی این برنامه رو نشانی از اهتمام نظام نسبت به کنترل این آسیب اجتماعی دونسته. این استدلال آیا درسته و اینکه این میزان از افراد پرخطر در معرض خودکشی نشان از چی داره؟ ببینید، اجازه بدید سوال آخرتون رو اول بگم. نشان از اون موج ناامیدی و افسردگی که خدمتون گفتم در جامعه، وقتی جوانان میبینن که مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری باعث میشه که اونها نتونن اون رشد و نمو و تکاملی رو که باید داشته باشن داشته باشن و یا تشکیل خانواده بدن، ازدواج بکنن و در یک جامعه ای که درش ثبات باید باشه نمیتونن زندگی بکنن، این همون افسردگی و ناامیدی و بی انگیزه بودن رو به وجود میاره. تلاش هایی که انجام میشه بقیده من تلاش های ریشه ای و کمک کننده به صورت بستر، تغییر دادن بستر اجتماعی نیست. اینها یه مقداری فقط ظاهرسازی هایی هستش که به نظر میاد کاری داره انجام میشه، ولی در واقعیت ما باید زیر ساخته های اقتصادی و اجتماعی یک جامعه رو بهش توجه بکنیم. روان اجتماعی، روان جمعی چیزی جدایی از روان فردی و خانوادگی نیست. این هاست که به همدیگه دست به دست میده. اگر یک جوانی بی انگیزه هست و امید تغییر رو نمیبینه در اطراف خودش که بتونه تغییر و تحول ایجاد بکنه، این تاثیرگذار هست در جامعه. جامعه ای که به صورت کلی یک رخوت و افسردگی اجتماعی درش وجود داره، تاثیر میذاره روی افراد و اعضای خانواده. پس ما متاسفانه، من فکر نمی کنم اتفاقاتی که داره توسط دولت میفته برای پیشگیری از خودکشی ها کافی باشه. ما باید واقعا زیرساخت ها و مسائل اصلی اجتماعی و اقتصادی رو بهش توجه بکنیم. سپاسگزارم. پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی از لس آنجلس با ما.